همراه میشیم با همکارم مریم رحمتی از استودیوی ما در نیویورک. مریم، به نظر میرسه فشار زیادی بر روی کامالا هریس است برای انتخاب معاون در این رقابت‌های انتخاباتی. گزینه احتمالی چه کسانی هست؟ تناز خیلی انتظار داشتند که پس از اینکه جو بایدن از انتخابات پیش رو کنار بره و دیگر در این رقابت ها نباشه، با نامزدی کامالا هریس اختلافات میان حزب دموکرات برطرف بشه. اما اون چه که ما این روزها شاهد هستیم این هستش که بر سر انتخاب رانینگ میت یا معاون ریاست جمهوری در رقابت های انتخاباتی، کامالا هریس دوباره دچار مشکل شده و اختلاف میان اعضای بلند پایه حزب و همچنین اهدا کنندگان و بعضی دیگر از کسانی که در این انتخابات در حزب دموکرات نقش دارند بالا گرفته و هر کسی پیشنهادی داره برای خانم کامالا هریس که چه کسی باید در انتخابات پیش رو در کنار خانم هریس در این بلیت دموکرات ها شامل باشه. بر اساس اونچه که رسانه ها اینجا گزارش دادن، کامالا هریس با سه گزینه احتمالی همونطور که تو هم اشاره کردی برای نامزدی معاونت خودش روز یک شنبه در خونش در واشنگتن دی سی دیدار کرده. افرادی که خانم هریس روز گذشته با اونا دیدار کرده کسانی هستن مثل تیم والز، فرماندار مینسوتا، مارک کلی، سناتور ایالت آریزونا و همچنین جاش شپیرو، فرماندار ایالت پنسیلوانیا که هر سه مصاحبه شدن از سوی خانم کامالا هریس. و اونچه که در رسانه‌های جریان اصلی من از صبح شاهد بودم و تعقیب کردم، به نظر میرسه که جاش شپیرو از ایالت پنسیلوانیا که خودش یهودی هست و در پنسیلوانیا خیلی هم مورد قبول مردم هست و همچنین مارک کلی سناتور ایالت آریزونا گزینه های اصلی باشند که هر دو بسیار سیاستمداران کارکشته و مورد قبولی هستند برای مردم آمریکا که اگر در کنار خانم هریس در این انتخابات ظاهر بشن مطمئنا مردم از اونا حمایت خواهند کرد. اما اون چه که نیویورک تایمز گزارش داده به نظر میرسه که جاش شپیرو کسی باشه که در روز آینده اعلام بشه از سوی خانم هریس که در کنار او در این رقابت اشتراک خواهد کرد. قرار هست که خانم هریس قبل از اینکه خودش رو برای یک کمپین انتخاباتی کارزار انتخاباتی آماده بکنه که در ایالت‌های کلیدی سفر بکنند اعلام بکنه این معاونت رو و به هر حال با تیم خودش از ایالت فیلادلفیا شروع بکنن، از شهر فیلادلفیا و شروع بکنن این کارزار انتخاباتی. و این در حالی هست که روز یک شنبه یک نظرسنجی جدید که CBS منتشر کرده نشون میده که هیچ پیشتاز واضحی بین کامالا هریس و دونالد ترامپ در سطح ملی وجود نداره. این در حالیه که جو بایدن قبلا 5 امتیاز از دونالد ترامپ در این رقابت انتخاباتی عقب بود. ممنونم از توضیحات مریم رحمتی از نیویورک.